جهان، درود میفرستم به دکتر حسین لاجوردی، میهمان برنامه امشب ما، و همچنین سپاس از کارگردان برنامه آقای سینا. و این برنامه از شبکه بین المللی کانال یک پخش میشه. آقای دکتر حسین لاجوردی، با درود و سپاس بسیار. من هم به شما سلام میکنم و به همه هموطنانم در همه جای دنیا، در داخل و خارج از کشور. خوشحالم که در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. آقای لاجوردی، ما میخواییم که در این رشته برنامه ها معمولا هم از شیوه های کاری و حکومتی در اسرائیل در زمینه های مختلف صحبت بکنیم و هم تجربیات جهان رو درباره موضوعی که دربارش بحث میکنیم بشنویم، و شاید این بتونه زمینه ساز تنظیم برنامه برای ایران آینده باشه، ایرانی که باید از تجربیات همه کشورها بدون تبعیض و بدون پیش‌داوری استفاده کنه و اون چرا که مناسب میدونه و متناسب با نیازهای ملت ایران و کشور ایران به انجام برسونه. ما امروز میخواییم که درباره شیوه آموزش و پرورش در کشورهای جهان صحبت بکنیم و اشاره هم به اسرائیل داشته باشیم، ببینیم که دیگران چطوری فرزندان خودشون رو تربیت میکنن. بیاموزیم برای تعریزی ایران آینده. و اجازه بدید با یک نکته شروع بکنم، و اون این است که در دورانی که شما و من تحصیل میکردیم، شیوه تدریس معمولا حفظ کردن آمار، ارقام، تاریخ‌ها، وقایع و حوادث بود، بدون اینکه به تجزیه تحلیل قضایا و بررسی جوانبش پرداخته بشه. مثلا ما یاد می‌گرفتیم که فلان پادشاه اخامنشی کی به قدرت رسید، که برکنار شد، کجا رو گرفت، کجا رو نگرفت، و غیره و غیره. و اگر ریاضیات میخواستیم بخونیم، میومدن و جدول ضرب رو به ما یاد میدادن و ما لازم بود که اینو از حفظ کنیم و ببینیم که معمولا چطور میشه ریاضیات یاد گرفت. من تصور میکنم که امروز شیوه آموزش در دنیا کاملا متفاوته، و امروز شما گوگل دارید، گوگل سرچ دارید، هر چیزی رو، هر اطلاعاتی رو درباره به تاریخ، آمار و غیره بخواید در اینترنت پیدا میکنید، و این ایجاب کرده و عملی شده که شیوه های آموزشی در سراسر دنیا تغییراتی بکنه بر حسب اون چه که گفتیم. از شما دکتر حسین لاجوردی که پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران و جهانم هستید، درخواست میکنم که یک توضیحی بفرمایید که در دنیا، اروپا، آمریکا، شاید اگه وقت بشه روسیه و چین، چطوری آموزش میدن فرزندانشون. بفرمایید. بسیار سپاسگزارم آقای امیر. بحثی رو که مطرح میکنید و در موردش میخواییم صحبت بکنیم، استعداد دارید که بحث بسیار گسترده و طولانیه. به این معنی که ما اگر که بحث آموزش رو بخوایم طبقه بندی بکنیم در جامعه، آموزش پیشدبستانی، حالا که دیگه باز در جاهایی مثل فرانسه دارن میرن به طرف اینی که حتی در مهد کودک ها و پیشدبستانی حالت اجبار هم یه مقداری به وجود بیارن، بحث آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی و تخصصی بحث خیلی گسترده ای که امیدوار هستم از دبستان شروع کنیم. دقیقاً، اتفاقا من می‌خواستم همین پیشنهاد خدمتتون بکنم که طبقه بندی شده در مورد صحبت بشه، بلکه که دقیق‌تر بشه که به نتایجی رسید. ببینید، توی دنیای امروز که اشاره کردید مسائل آموزش رو، کشورهایی در دنیا هستند که اینها اهمیت میدن به ساختن نسل‌های امروز و فردای خودشون. در این رابطه ما برمیخوریم به
کشورهایی مثل اسکاندیناوی، اروپای شمالی، مثل انگلیس، مثل امریکا، مثل اسرائیل، مثل در آسیا، مثل ژاپن و چین، و همه اینها رو میبینیم که بودجه بسیار گسترده ای رو برای این کار میگذارن و یک سری افرادی رو میگذارن که صاحب نظرن که بتونن مسئله آموزششون رو برای ساختن مملکتشون به وجود بیارن. اگر که هدف رو در مرحله اول نگاه بهش بکنیم که هدف آموزشی این که کشورها چیه، شاید که باز دقیق تر بتونیم جلو بریم. به عنوان مثال اگر بله آقای دکتر، ما به هدف خواهیم رسید در پرسش بعدی. الان اگر ممکنه یک گزارش بدی درباره شیوه تدریس مثلا در کشورهای اروپایی، در ایالات متحده و کانادا، بعدم میرسیم به چین و روسیه. بفرمایید. ببینید، شیوه آموزشی در مثلا این کشورهایی که من فکر میکنم که برای ایرانی ها خیلی مهمتر باشه، در اروپا مثل فرانسه، مثل انگلستان، در آسیا مثل ژاپن، در امریکا و کانادا، اینها رو اگر مرحله‌ای بهش برخورد بکنیم، مثلا منی که در فرانسه هستم، وقتی که نگاه میکنم به شیوه آموزش در اینجا که نزدیک به 200 سال آغاز شده و هنوز پایه‌هاش وجود داره، هی مرتب اپ تو دیتش میکنن، به روزش میکنن، میبینیم که مهمترین شیوه در اینجا تربیت معلمه. یعنی معلمه که همه کار رو در این شیوه آموزشی انجام میده. بعد راهیه که اینها میرن، راهی که فرانسوی‌ها انتخاب کردن، راهیه که به پرورش نخبه نمی انجامه. در داخلش نخبه هم به وجود میاد، ولی یک آموزش همگانی و اجباری است. یعنی شما وقتی که میبینید که از پیش دبستانی اجباری میکنن تا 16 سالگی، بی دلیل نیست. به این دلیل که مجانن بتونن که همه مردم بچه هاشون رو به مدرسه بیارن و با اصول آموزشی آشنا بکنن. همینجا اجازه بدید اشاره بکنم به نکته درستی رو که شما اشاره کردید در زمانی که ما خودمون درس میخوندیم، که متاسفانه همچنان ادامه داره، بحث حفظیات بود. در سیستم آموزش فرانسه شما در دوران ابتدایی و متوسطه و دبیرستان که از 16 سال به بالا دیگه غیر اجباریه، یعنی میتونه به حرفه و هنر و غیره و غیره بپردازه، وقتی که یه معلم مثلا درس تاریخ میده، اشاره شما کردید به فلان پادشاه اخامنشی کی میاد کی میره، یا فلان لویی 15 کی آمد کی رفت و چه زمانی کدوم نخست وزیر رو آورد، اینجا درست عکس این قضیه است. یعنی اینکه تاریخ رو به شما درس میدن، ولی به شما میگن که این تاریخ رو تحلیل بکنید. به عبارت روشن‌تر میگن که اگر که شما در اون زمان وجود داشتید چه میکردید. به همین دلیل موقعی امتحان گرفتن به هیچ کس نمیگن که کتاب نیار. برای هر دوتا میزی یه ممتحن نمیگذارن که نکنه تقلب بکنن، چون کسی تقلب نمیتونه بکنه. یادگیری خودش رو روی صفحه کاغذ میاره و مطرح میکنه. به این معنا میتونیم نگاه بکنیم که این جامعه چه هدفی رو دنبال میکنه. هدف یک نوع رقابت سالمه در جامعه آموزشی و به مراتب بالاتر، و ساختن جامعه. ساختن جامعه یعنی چی؟ یعنی این که شما در کشورهای مثل کشورهای اروپایی مثل فرانسه که من الان درش هستم، به بچه ها یاد میدید که اینها چجوری حکومتگران آینده بشن. یعنی چی؟ یعنی بهشون نمیگید انتخابات رو بخون که یکی از فاکتورهایی که دموکراسی رو وجود میآورد انتخابات است یا غیره. دموکراسی رو عملا بهشون یاد میدید. یعنی توی کلاس مبصر رو بچه ها انتخاب میکنن، توی کمیسیون معلمین و مدیران بچه ها نماینده بچه ها می نشینن
و به همین ترتیب این رقابت سالم به وجود میاد. ولی اگر که این رو مثلا باز به یک کشور دیگه‌ای که مورد توجه ما ایرانی هاست به انگلیس ببریم، انگلیس هدف گذاشته، یعنی همون سیستم آموزشی زیر 5 سال، 5 سال تا 16 سال و 16 سال به بالا که برای رفتن به دانشگاه و درسهای عالی تر خوندنه، میبینیم که اونها یه فکر رو میکنن اینجا، با وجودی که خب مشکلات گسترده‌ای به وجود آمد سر انگلیس و سر بچه ها و باز به نوعی نوع مدرسه ها که یه وقت شما شاهد این هستید که یک زن و شوهری که ازدواج میکنن برای اینی که بچهشون، اولین بچهشون به مدرسه بره، 5 سال جلوتر میرن در یک مدرسه ثبت نام میکنن. اینها مشکلاتش هست ولی تونستن که جای بالایی رو به دست بیارن. سیستم آموزشی کانادا رو به همین ترتیب به دلیل 100% مجانی بودن در تمام رده ها ما میتونیم که خیلی گسترده بهش بها بدیم. امریکا در سطح آموزش ابتدایی و متوسطه، اگرچه در سطح عالیش بسیار بسیار موفق عمل کرده، ولی شاهد نوعی کمسوادی در دوره های مدرسه در اونجا هستیم. همینطور نگاه بعدی رو اجازه بدید من فقط در یک دو سه جمله در رابطه با ژاپن بگم که باز مطمع نظر خیلی از ما ایرانی هاست و در جهان هم جایگاه بالایی رو داره. باز میبینیم که یک نوعی ابراز شخصیت دادن به دانش آموز و به نوعی به دلیل ضربه ای رو که سر بمب های جنگ دوم جهانی خوردن، یک نوعی صلح طلبی و انسان مداری بیشتره. در یه فرصت دیگه ای سر هدف ها بیشتر میشه توضیح داد. در خدمتتون هست. من میخوام که در مورد اسرائیل و میخوام با دو تا داستان آغاز بکنم. داستان نخست این است که وقتی من در سن 20 سالگی آمدم اسرائیل، رفتم دانشگاه علوم سیاسی، درس فلسفه، نشستم و استاد ما درباره افلاطون صحبت میکرد، با شگفتی بسیار دیدم که دانشجویان با استاد خودشون بحث و جدل میکنن. بهش میگن استاد تو اشتباه میکنی، افلاطون منظورش این نبود، منظورش یه چیز دیگه بود. برای منی که از ایران آمدم و حرف استاد یا آموزگار یا دبیر جنبه کلام خدا داشت، این بسیار شگفت انگیز بود. و استاد با خرسندی بسیار به دانشجویان جواب میداد و باشون بحث و جدل میکرد. این برای من خیلی خیلی جالب بود. دوم مطلبی که میخوام خدمتون به صورت داستان بیان بکنم این است که من مهمانانی داشتم پریشب که یک کودک 12 ساله داشتن و این کودک 12 ساله اینها گفتش که آقای امیر من اگه اجازه بدی من انشای مدرسم، به من دستور دادن که با یکی مصاحبه بکنم و درباره پیامدهای قتل یسحاق رابین، نخست وزیر زنده نام وقت اسرائیل، باش مصاحبه بکنم و ارزیابی بکنم. ببینید یک کودک 12 ساله رو بهش میگن که باید به جای که انشا بنویسی که مثلا علم بهتر است یا دانش یا پول بهتر است یا شمشیر، باید بری و یه کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدی. یه نمونه دیگر، نوه 10 ساله من به من زنگ زد گفت بابا بزرگ من تو کلاس به من تکلیف کردند که درباره سابقه خانوادگی شما پژوهش بکنم و یک کار تحقیقاتی رو عرضه بکنم. این دو رو گفتم به عنوان مثال که هدف از شیوه آموزش در اسرائیل این است که فکر شما رو
تقویت بکنن، به شما امکان بدن که خودتون بیاندیشید. عرض کردم تمام اطلاعات لازم رو، زمینه ها رو امروز میتونه آدم در اینترنت به دست بیاره. اونچه که باید انجام بده این است که تفکر بکنه، بررسی بکنه، شیوه های تحقیقاتی رو یاد بگیره، مغزش رو به کار بیاندازه، چراها رو بپرسه، اماها رو بپرسه و اینطوری پرورش پیدا بکنه که نسل آینده کشور بتونه با کارآمدی مملکت رو اداره بکنه. این برای من بسیار بسیار جالب بود. بنابراین خلاصه میکنم و اون این است که اصل آموزش و پرورش در اسرائیل بر این اساس هست که شما یعنی کودک 6 ساله، کودک 10 ساله، کودک نوجوان 16 ساله رو به فکر کردن بیاندازن. یادتون بدن که چطوری تجزیه تحلیل بکنه، چجوری نتیجه گیری بکنه، چطوری ابتکار به خرج بدید، چطوری بیایید و فکرتون رو تقویت بکنید، رشد بکنید و خودتون رو با دنیای فردا که به سرعت در حال تغییر هست تلفیق بکنید. این برای من خیلی جالب بود. باز میخوام الان آقای دکتر برگردیم به ایران امروز، اگر ممکنه بفرمایید که شیوه تدریس امروز در ایران چی هست. من حرفام رو درباره شیوه تدریس در اسرائیل بعدن ادامه خواهم داد. بفرمایید آقای امیر، حالا که شما دو تا داستان گفتید اجازه بدید که من هم یک مورد رو مطرح بکنم. خواهش میکنم. هم اینه که من قبل از انقلاب آمده بودم به فرانسه برای ادامه تحصیلاتم. وقتی که درسم اینجا تموم شد و همزمان بود با انقلاب، 2 ماه زودتر از انقلاب من به ایران برگشتم و همزمانی که در سازمان برنامه و مرکز آمار ایران بودم در چند دانشکده و دانشگاه هم تدریس میکردم و روش تحقیق درس میدادم. خیلی جالبه، یک مسئله رو برای خودم مطرح کرده بودم که پاسخ بگیرم و اونم این بود که چرا در دوره دوم حکومت پهلوی، به خصوص تاکید میکنم دوره دوم، تعداد بیشماری دانشجو به خارج آمدن ولی تعداد کمی به ایران برگشتن. وقتی که رفتم به دنبال این بحث دیدم که خب همون معضلی که امروز هم وجود داره در اون روز هم وجود داشت. یعنی این که ما حفظ میکردیم، میمدیم به این کشورهای اروپایی و امریکایی و اینا چون حفظ نمیکردن، کار تحقیق بلد بودن، اینها موفق بودن و ما در اینجاها ناکام و درصد بسیار کمی از بچه هایی که آمده بودن میتونستن درسشون رو تموم بکنن و یا به رشته تخصصی خودشون برسن. من همزمان توی همون 1-2 ماه قبل از انقلاب با وزارت علوم تماسی گرفته بودم که میزان ساعات درس روش تحقیق افزایش پیدا بکنید. البته شد حالا درجات تحقیق دوره لیسانس و دوره فوق لیسانس باز متفاوت بود که واردش هستن نمیخوام بشن، ولی اگر که ما بخوایم به سیستم آموزشی امروز در ایران برگردیم، ناگزیر اول یک فکر رو باید مطرح بکنیم که نیاز آموزشی به چه شکل توی یک جامعه ای به وجود میاد بر اساس فکر و نیاز. یعنی همون که شما هم به نوعی اشاره کردید در اسرائیل و همه کشورهای پیشرفته جهان هم در مسئله سیستم آموزشی خودشون این مسئله رو رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما ببینیم که اول چه نیازهایی وجود داره و ما چه سیستمی رو انتخاب میکنیم. سالهای دراز سیستم آموزشی در ایران تغییرات گسترده‌ای رو کرده. امروز سیستم آموزشی در ایران متاسفانه سیستم آموزشی که بر اساس ایدئولوژی مطرح میشه، ولی همون اگر بر اساس صرف ایدئولوژی هم مطرح بشه باز میتونیم بگیم که یه سیستم آموزشی جداگانه است ولی عقب افتاده. ولی اون هم نیست، یک
بی تفاوتی، یک بی ارزشی به سیستم آموزشی در مراحل پایه وجود داره. به عنوان مثال اگر که خدمتون بگم، اصل 30 قانون اساسی در جمهوری اسلامی آموزش رایگانه. شما امروز در هیچ جا به آموزش رایگان بر نمیخورید. شما بر میخورید به سیستم آموزشی در ایران. میبینید که حتی من نمونه مشخص خدمتون بگم، امروز بر میخوریم به اعتصاب بسیار گسترده معلمین از چند سال پیش به این طرف که یا حقوق نگرفتن، یا وضع استخدامیشون درست نیست، یا حقوق به اندازه نمیگیرن. خب بودجه سال 99 جمهوری اسلامی که آقای روحانی، همونی که برای خیلی ها با انگشت بنفششون رفتن رأی دادن، این بود که به آموزش و پرورش در جامعه ایران بپردازن. درخواست بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 98 78 میلیارد تومان بوده. 78 میلیارد تومان بود. آقای روحانی بودجه سال 99 رو اعلام کردن که الان ما درش هستیم، برای اینکه بودجه سال قبل بعد انجام میدادیم دیگه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ بودجه شده 54 میلیارد. یعنی شما به عبارت روشن‌تر، وقتی که سرپرست وزارت آموزش پرورش به شما میگه که 98% از بودجه سال قبل که 78 میلیارد تومان بوده فقط صرف حقوق کارمندان و معلمین بوده، ما میبینیم که پس در نتیجه امسال 20 میلیارد تومان از حقوق معلمین باز هم کمتر شده. خب بعد به اینجا باید تورم مالی رو هم حساب بکنیم. اگه بخوایم حساب بکنیم که اصلا یه مرحله دیگه ای رو باید جلو بریم. نه، میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، وقتی این رو مقایسه میکنیم با سیستم فرانسه که میگه بزرگترین اعتبار رو به معلم میده، چرا به معلم میده؟ به این دلیل به معلم میده که بتونه سر کلاس بچه ها رو آموزش بده. حالا همین معلم توی ایران چی کار میکنه؟ آقای امیر، اینجا بحث اصلیست. اینجا بحث اصلیست که تعدادی از معلمین توی آموزش پرورش در شهرهای بزرگ من جمله تهران راننده مدرسه بچه ها میشن که اینا رو بیارن سر از خونه هاشون بیرون و بعد برن سر کلاس، همون کلاس درس بدن. شما چجوری میتونید که شاگرد مدرسه ای باشید؟ ما خودمون رو مجسم بکنیم، همه ما یه دوره های تحصیلی رو گذروندیم که بیایم سر کلاس از معلمی که واسمون خداست، اون معلم هر چی بگه واسمون عالیه، ببینیم که خودش صبح راننده ما بوده، بدو دیر نشه، این کارو بکن اون کارو نکن، و حالا میاد سر کلاس درس بده. من فقط اضافه بکنم به حرفی که شما زدید، و این است که ما در دوران من لااقل وقتی تو خیابون میرفتیم و معلم رو میدیدیم که از روبرو داره میاد، انقدر دچار حراس میشدیم که میرفتیم اون پیاده رو که باش برخورد نکنیم. اینقدر ما برای معلم احترام قائل بودیم. آقای دکتر لاجوردی، من سوال بعدی من از شما این است که گفتید نیازهای کشور چی هست؟ این رو من در پرسش بعدی از شما خواهم پرسید، ولی خودم در مورد نیازها و شیوه ها در اسرائیل میخوام توضیحاتی بدم. و اون این است که فقط به من اجازه بدید آقای امیر بفرم. من اجازه بدید که چون در رابطه با اون معلم توی کوچه گفتید، من هم یه موردی رو خدمتتون بگم که بسیار مهمه. آقای امیر، من تو مدرسه دارالفنون در تهران درس خوندم و زمان شلوغی هایی که بود، یک سازمان امنیت و پلیس و نمیدونم این حرفا دنبال بچه ها بودن، اونایی که نمیدونم حرف میزدن بگیرن چه بکنن. یک معلمی داشتیم که معلم تاریخ و جغرافیای ما بود به نام آقای جلال الدین شریفیان، کتاب های زیادی هم داشت یادش بخیر. این معلم موقعی که مدرسه تعطیل میشد، برای این که مامورین امنیتی و پلیس شاگردان را نگیرن، با جذبه می اومد جلوی مدرسه وای میستاد
و اینها که رد می شدن پلیس و مامورین جرأت اظهار نظر نداشتن، جرأت یک قدم جلو گذاشتن نداشتن. قدرت و جذبه معلم رو خدمتتون میگن در تایید فرمایشتون. ببخشید در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. صحبت از نیازهای کشور بود و هدف از آموزش و پرورش دانش آموزان، و گفتید که در شیوه فرانسوی تربیت نخبگان معمول نیست، همه در کلاس درس یکسان هستند. خواستم توضیح بدم که در اسرائیل درسته تمام دانش آموزان یکسان هستند، ولی میکوشند که اونهایی که IQ بالاتر دارن، آمادگی بیشتر دارن و بهتر میشه روشون کار کرد و نتایج بهتری میشه گرفت برای پیشبرد مملکت، اینها رو شناسایی بکنن، شناسایی بکنن و تربیتشون بکنن، بیشتر روشون تمرکز بکنن. این است که در کنار مدارس عمومی که برای همه برقرار و یکسان هست، البته در حاشیه بگم که مذهبیون و اولترا ارتودکس ها سیستم آموزشی خودشون رو دارن و اعراب اسرائیل هم کلاس های درس خودشون رو دارن، به زبان عربی تدریس میکنن و غیره و غیره. ولی یکی از ویژگی های آموزش و پرورش در اسرائیل این است که از سنین کودکی تلاش میکنن ببینن که بهترین ها کیا هستن و اونها رو بیشتر تربیت بکنن، بدون اینکه تبعیضی قائل باشن بین دانش آموزان. همین شیوه رو و بیاین مدارس ویژه و کلاس های ویژه براشون درست میکنن، همین شیوه رو ارتش اسرائیل داره. یعنی بچه هایی که به سن 14-15 سال میرسن و در سن 18 سالگی باید بسیج بشن و برن خدمت نظام وظیفه، اینها رو تعقیب میکنن، بررسی میکنن، ببینن که کی استعداد بیشتری داره، بعد اونها رو میفرستن کلاس های ویژه و مدارس ویژه که درس رو یاد بگیرن. یعنی در دوران خدمت وظیفه شون اول میبرن اینها رو در کلاس های ویژه که به سرعت به اینا علوم دانشگاهی رو یاد میدن و تلاش میکنن که اینها در رشته هایی که مورد نیاز ارتش هست تخصص پیدا کنن و سرباز اسرائیلی یک سرباز نباشه فقط که بلده چطوری شلیک بکنه، بلکه اندیشش رو به کار بیاندازه، ابتکار عمل داشته باشه، اگر در جبهه تنها موند بتونه چطوری از خودش دفاع بکنه و ابتکار بکنه. حالا همین تجربه‌ای که دانشجو و سرباز وظیفه در دوران ارتش پیدا میکنن، بعدها در زندگی غیر نظامی خودشون، در زندگی شهروندی این تجربه ها رو به کار میبرن. اگه دانش آموخته باشن میرن شرکت هایی تأسیس میکنن که در زمینه اون دانش فعالیت بکنن. این یکی. دوم، یکی دیگه از ویژگی ها برای به هدف تربیت کردن رهبران آینده کشور، هر کلاسی چیز داره، نه مبصر داره، بلکه شورای دانش آموزی دارن، همونطور که شما در مورد فرانسه گفتید که اینها میرن و با در شورای مدرسه شرکت میکنن و غیره و غیره. و نکته دیگری که در مورد شیوه آموزش و پرورش در اسرائیل میتونم بگم این است که خود والدین، انجمن خانه و مدرسه، میتونن برخی از برنامه های درسی رو تنظیم بکنن. الان از شما میپرسم که بفرمایید که نیازها اونگونه که میاندیشه در مورد کشورهای اروپایی و ایالات متحده و کانادا چی هست؟ و پرسش بعدی من بعد از توضیحات شما این است که چش نیازهای حکومت ایران در شیوه آموزش و پرورش خودش میبینه. بفرمایید.
ببینید آقای امیر، این نکته ای رو که اشاره کردید در رابطه با اونهایی که آیکیو بیشتری دارن، هوش بالاتری دارن، تو همه سیستم های پیشرفته آموزشی ما میتونیم بهش بر بخوریم. به عنوان مثال باز من اگر برگردم به فرانسه، میبینیم که همین مسئله در فرانسه هم وجود داره. یعنی در سال تمام کسانی که دوره آخر دبیرستان رو طی میکنن و میخوان وارد آموزش عالی بشن، دو نکته خیلی مشخص وجود داره. یکی این که احترام میگذارن به دوره هایی که اینها در سه سال گذشتهشون خوندن و یا قبلش، چون پرونده تحصیلی دارن، هستن کسانی که توی این دوره شاگردان خیلی خوبی بودن، آیکیوی بالایی داشتن و حتی اینا نیاز به کنکور ندارن، چون میدونن که اینها مستقیما میتونن وارد به مراکز عالی آموزشی دانشگاهی یا اکول ها بشن. توی فرانسه غیر از دانشگاه ها یک سری اکول ها وجود داره. این اکول ها برای چی به وجود آمده؟ اکول به معنی مدرسه، اکول به معنی آموزشگاه. ولی در فرانسه وقتی شما اکول پلیتکنیک رو مثال میزنید، اکول ینار مثال میزنید، اینها دانشجویانی هستند که سطح تحصیلاتشون از دانشگاه به مراتب بالاتره. کیا هستن اینها؟ در طول سال این بچه هایی که در آخرین سال درس میخونن، وقتی که میرسن به آخر دوره امتحانات نهاییشون، فقط حدود 5% اینها هستند که صلاحیت این رو دارن، از هوش بالایی برخوردار هستن که برن به اون اکول ها. اون اکول ها دورش 3 ساله و میرن اون 3 سال رو میخونن، بعد 3 سال دیگه، بین 2 تا 3 سال دیگه درس میخونن، مثلا میشن مهندس پلی‌تکنیک. دکترا نمیگیرن الزامن، ولی وقتی که نگاه میکنیم اینا بالاترین درجه تحصیلی رو دارن. به همین دلیل هم از سالهای اولی که اینها شروع میکنن، در چه در فرانسه چه در کشورهای دیگه، خواستار استخدام اینا هستن و زمینه‌های بالاتری رو دارن. ولی بحث اصلی تر اینجاست که اگر که ما نگاه بکنیم به همین شیوه برای حرکت اجتماعی، ما میبینیم که در هر کشوری هیچ تفاوت نمیکنه، به شرطی که برخلاف کشور ما اون حکومت از مردمش باشه، اون حکومت خودش رو موظف میبینه که برای نسل های آیندهش حرکت آموزشی مناسب مملکتش به وجود بیاره. سیستم آموزشی توی ایران برای چیه؟ ببینید، موقعی که انقلاب شد در سال 57، بلا فاصله دستاندرکاران حکومت به این دلیل که کلاس های دانشگاهی به تعداد کافی ولی حداقل با کیفیت بود وجود نداشت، اینها شروع کردن به ایجاد کردن مدارس عالی و دانشگاه هایی که سطح پایین بود. البته طبیعیه که اون نخبه‌گرایی در داخل ایران هم، ما مثلا در دانشگاه شهید بهشتی، در دانشگاه امیرکبیر، تعدادی رو میبینیم که میان به خارج از کشور و بسیار موفق هم هستن، ولی سطح تحصیلات بسیار پایین آمد. و به این معنا ما امروز شاهد این هستیم که من اگر مدرک دکترا دارم، توی ایران دیگه خجالت میکشم بگم من دکتر هستم، به این دلیل که ما شاهد مدارک دکترایی هستیم که اصلا نیازی به کلاس رفتن و نمیدونم، میتونیم فقط نمیدونم اسکاتلند بریم، میتونیم نمیدونم فلانجا بریم و عنوان دکترا بگیریم، یا در ایران در میدون انقلاب بخریم. هیچ کدوم اینا دیگه مطرح نیست. آیا در جمهوری اسلامی امروز هدف آموزشی وجود داره یا نداره؟ به نظر من وجود نداره. به نظر من وقتی که نگاه میکنید، هدف دسترسی به سلاح هسته‌ای به مراتب بالاتره تا رسیدن به آموزش سیستم های آموزشی که آینده کشور رو تامین بکنه. شما، من مثال در قسمت قبل مثالی رو زدم در رابطه با سهم بودجه در یک کشور مثل ایران،
وقتی که میبینید که در هر اشاره شما هم درست بود، تورم اینها هم که حساب نکنیم امسال 20 میلیارد تومان بودجه آموزش پرورش کم میشه، یعنی چی؟ یعنی این که هر نوع هدفی رو که داشته باشیم انجام شدنی نیست. امروز اگر که معلم نتونه اون هدف رو پیش ببره، کی میخواد پیش ببره؟ امروز بزرگترین شیوهی که در داخل ایران هست، ما میبینیم که رسیدن به یک نوع دلالی واسطه‌گری به جای اینکه ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم روی یک سیستم آموزشی. یه نمونه ای رو من خدمتتون عرض بکنم. در فرهنگ ما که امیدوارم تغییراتی درش میبینیم و عوض بشه، اصولا پسرها و مردها مسئول خانواده هستند. حالا این رو ما ببریم جلوتر ببینیم که به چه دلیل از حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش به این طرف، تعداد پسرها در آموزش عالی کمتر از دخترها شده. بله، کاملا درست. دخترها درصد خیلی بالاتری پیدا کردن. این یه سوالی که باید یه روزی پاسخش داد. من جوابش رو دارم. بله، من فکر میکنم که بیشترین دلیل اینه که بچه هایی که میخوان به دانشگاه برن فکر میکنن که آیا با مدرک دانشگاهی میتونن کاری رو انجام بدن، میتونن استخدام بشن، میتونن در یه مؤسسه دولتی یا خصوصی استخدام بشن، ولی نتایج عملی این قضیه غیر از اینه. ما شاهد این هستیم که تحصیلات وجود داره، ولی از اونجایی که کار وجود نداره، سیستم اقتصادی هم به تبع سیستم آموزشی کارا نیست، میبینیم که یک دکتری که در رشته خاک تحصیل کرده در مثلا نمیدونم لرستان، میره رفتگر تو کوچه میشه در شهرداری، یا یک خانمی که نمونه های بارزش من دارم، نمونه مشخص دارم خدمتتون عرض میکنم، خانمی که مهندس آرشیتکته، تحصیلات عالی داره، چون کارگیرش نمیاد جز خانمزاده ها آقازاده هم نیست، مجبوره که بره مردشوری بکنه توی مراکز بهشت زهرا و غیره. نه به این معنا، نه به این معنا که رفتگری بده، نمیدونم مردشستن بده، همه اینها نیازهای جامعه است، ولی نیاز به این نداره که این همه آدم درس بخونه. وقتی سیستم ناکاراست، ما به این مرحله میرسیم که میبینیم هدف و نیاز جامعه وجود نداره، بلکه آخرین قسمت عرضم هم رو بکنم، بلکه میبینیم که اون دنبال پول رفتن. ببینید سیستم آموزشی در ایران اصل 30 قانون اساسی تموم شده است، همه داره به طرف مدارس پولی میره. نمونش آقای خاتمی رهبر اصلاحات، مدرسه خصوصی درست میکنه، سالی 40 میلیون تومان هم پول میگیره که شاگرد بپذیره. بله. هدف چیه؟ سیستم چیه؟ جز پول هیچی نیست در خدمت. بله، من از دیدگاه من علت اینکه تعداد دانشجویان، یکی از علل اینکه اونا خیلی بیشتر از پسرها هستن، خیلی یکی علت خیلی ساده است و اون این که انقدر معیشت در ایران و پول در آوردن مشکل و فقر به حدی رسیده که جوانان ناچار هستن که برن دنبال کار و کاسبی، چون همطور که شما گفتید از دکترا گرفتن و فوق لیسانس گرفتن پولی در نمیاد. برعکس دخترها برای اینکه از خونه بیرون بیان، برای اینکه اون محدودیت های اجتماعی حکومت رو بشکنن، ترجیح میدن برن دانشگاه. به حال یک محیط بازی، افراد رو میبینن، شخصیت خودشون رو نشون میدن و کاری هم ندارن تو خونه بکنن، بنابراین بهتره که دوباره درس برن. آقای دکتر لاجوردی، من پرسش بعدی من از شما این خواهد بود که چه مطالبی در کتابهای درسی اگه ممکنه در کشورهای اروپایی و بعد در ایران گنجانیده شده؟ میخوام به این پرسش در مورد اسرائیل پاسخ بدم و بعد دیدگاه شما رو بشنوم و از اطلاعات شما استفاده بکنیم. و اون این است که یه نفر گفته بود که اسرائیل یک پادگان نظامیه، همش ارتشیه و همه چیز در راه ارتش
بسیجه و من توضیح دادم که نه این ارتش نیست بلکه دفاع از وطن هست. هر اسرائیلی وظیفه‌شه که از وطن خودش دفاع بکنه. حالا با توجه به این پاسخی که دادم ما میتونیم تصور بکنیم که در کتاب‌های درسی اسرائیل همه چیز صحبت از شهادت و مبارزه و جنگ و ستیز و قهرمانی و این چیزا داره و این کاملا برعکسه. باور کنید کاملا برعکسه. هیچ جمله هیچ درسی که جنگ طلبی رو در اسرائیل ترویج بده، صحبت از شهادت و دفاع از وطن بکنه، جنبه میلیتاریستی داشته باشه، مطلقا وجود نداره. هرچه که اونجا هست هدفش تربیت فرزندان نسبت به صلح، نسبت به همزیستی، افتخارات میهن هست و بعدم تدریس در اسرائیل همراه با نمونه هاست. یعنی شما اگر درس جغرافیا میخونید، چون اسرائیل کشور کوچکی است، در چارچوب تحصیلات مدرسه‌تون مرتب براتون گردش های دست جمعی ترتیب میدن که برید و شهرهای مختلف رو ببینید و در محل آشنا بشید با وضع جغرافیایی، اقتصادی و غیره کشور. و همینطور وقتی که درس تاریخ هست میبرن شما رو در اماکن باستانی اسرائیل، یکی یکی به شما نشون میدن. متاسفانه این شیوه در ایران به چند علت رایج نیست و یک علت کشوری و مشکل آوردن دانشجو مثلا از مشهد به خوزستان هست. یک مورد دیگری رو که باید خدمتتون عرض بکنم این است که در شیوه ریاضیات و چیزهای دیگه و تدریس زبان، مخصوصا تدریس زبان، یک شیوه خشک و خالی نیست، بلکه با شعر، با آهنگ، با داستان تربیت میکنن که بچه ها زبان رو یاد بگیرن و به طوری هم تربیت میکنن که بتونن صحبت کنن زبان رو. یعنی زبان فقط جنبه تحقیقاتی و خشک و اینا نداشته باشه، زبان زنده باشه که بتونن باش صحبت بکنن، با دیگران ارتباط برقرار بکنن. و من با تجربه که از اسرائیل کوچک و هلند کوچک و بلژیک کوچک و اصولا کشورهای کوچک دیدم این است که هرچی کشور کوچکتره آشنایی ملت اون کشور نسبت به زبانهای خارجی خیلی خیلی بیشتره. در اینجا دکتر حسین لاجوردی چه مطالبی در کتب درسی ایران دیده میشه؟ بفرمایید. اجازه بدید من قبل از اینی که وارد این قسمت از پاسخم بشم این خدمتتون عرض بکنم که در مصاحبه که من دو سه هفته پیش خدمتتون داشتم یک کسی با من تلفن کرده بود و میگفتش که تو خیلی از اسرائیل دفاع کردی، دلیلش چیه؟ اجازه بدید که من این رو خدمتتون بگم، شاید که برای اون شخص یا کسان دیگری که مشابهشون فکر میکنن پاسخی باشه. بحث من در اینی که دفاع از اسرائیل بکنم نه بحث سیاسی است که این نمیدونم ایدئولوژی خوبه یا این بده، نمیدونم یهودیت خوبه یا مسلمان بودن، ابدا من این مثلا همچین قصدی ندارم. حتما همینطوره. بحث من به هر حال کسی هستم که با جامعه هم سر کار دارم. من مسائل جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی جامعه هم رو دنبال میکنم. من وقتی که به اسرائیل نگاه میکنم میبینم که این کشور کوچکی که به وجود آمده، عمر زیادی هم از نظر جغرافیایی نداره، چه پیشرفت هایی رو در طی این سالها درش به وجود آمده و چه کسانی رو تونسته تربیت بکنه.
یه نکته ای رو من در این زمینه بگم. میگن که اسرائیل نفوذش روی امریکایی ها زیاده و نمیذاره که امریکایی ها کاری رو بکنن بدون اجازه اسرائیل. من هم چیزی رو نمیبینم. من میبینم که تعداد بیشماری تحصیل کرده اسرائیلی در امریکا هستند که اینها همشاگردی های همین سناتورها و نمیدونم کنگرسمنها و کنگرسمنها و نمیدونم رؤسای جمهور هستند و تو این تبادل نظر با اونها هستند. اینی که سیاست اسرائیل در رابطه با سلاح هسته‌ای، در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با اونجا چیه، یه بحث کاملا متفاوتیه. من وقتی میبینم در این کشور کوچک میتونه سیستم آبیاری به وجود بیاد، میتونه سیستم نمیدونم میوه‌جات به وجود بیاد، میتونه سیستم های بهداشتی داشته باشه، میتونه دیدگاه های متعددی رو در سطح بالای جهان داشته باشه، اجازه بدین، میتونه که تا اینجایی که من میدونم اسرائیل یکی از کشورهاییه که باسوادی روی 99% اگه 100% نباشه. اینها مسائلیه که به نظر من باعث میشه که آدم نگاه بکنه و یاد بگیره، یاد بگیره که من اگر فردا میخوام حکومت مملکتمو به وجود بیارم، آیا فقط و فقط میتونم که سلاح هسته‌ای ایجاد بکنم که بترسن کشورهای دیگه به من حمله نظامی نکنن، من از حکومت نندازن، و یا تربیت بکنن یک سری بچه هایی رو که اینها بتونن آینده این مملکت رو بسازن. این پاسخ منه به اونهایی که فکر میکنن که بحث من یا در جلسه قبلی با شما دفاع از اسرائیل بوده. نه، من واقعیت ها رو میبینم و امیدوار هستم. امیدوار هستم. ما با این ثروت نیروی انسانی، با این ثروت زیرزمینی که داریم، با این امکانات گسترده مملکتی و خاکمون که هست، بتونیم روزی الفبای رشد و گسترش اسرائیل رو ما هم در پیش بگیریم. این بحث جدی منه در این زمینه. در خدمتتونم. آقای دکتر، اینجا میخوام بپرسم، برگردم به بحث اصلیمون و این که چرا آموزش و پرورش در ایران ورشکسته شده، همان گونه که اقتصاد ایران ورشکسته شده، همه چیز ایران در واقع ورشکسته شده. چی تدریس میکنن در کتابهای درسی در ایران؟ بفرمایید. ببینید، اون چیزی که تدریس میکنن، البته بسیارانی در جامعه آموزشی ایران هستن که بسیار معلمین با ارزشی هستن، من اصلا تردید ندارم، ولی بحث امنیتیه که وجود باید داشته باشه تا یه تدریسی که انجام میشه بتونه کارساز باشه. شما وقتی که در یک جامعه ای مثال زدید در اسرائیل مسئله ریاضیات و زبان، این تقریبا همگانیه در جاهای مختلف دنیا. ما شاهد این هستیم که اقتصاد و مسائل اجتماعی، مسائل محیط زیستی که امروز ایران دچارشه، امروز ایران دچار این مسئله حادیه که سر محیط خودش به زودی دچار مشکلات گسترده ای خواهد شد، این باید بیادش تو آموزش تو با بچه ها در میون گذاشته بشه. مسائل اجتماعی ما فارغ از بحث ایدئولوژیک که بیاییم قرآن درس بدیم یا نمیدونم ائمه رو درس بدیم یا نماز نمیدونم فلان چیز رو نمیدونم صفحه فلان حضرت رو مطرح بکنیم، آموزشیه که باید به بچه هامون بدیم، پایه آموزشی داشته باشن، پایه ریاضی غیر حفظی داشته باشن، شناخت اجتماعی داشته باشن، شناخت محیط زیستی داشته باشن. اگر نخواهیم مثل ژاپن بحث صلح‌دوستی و انسانگرایی رو که در حکومت جمهوری اسلامی اصلا مثل جن و بسم الله باش غریبه هستن مطرح بکنیم. مسائل آموزشی ایران، آقای امیر، من خواهش میکنم ازتون، چه با من چه با افراد متخصص دیگری که حتما خیلی زیاد هستن، این رو دنبال بکنید. کمک خواهید کرد به جامعه ایران، به مردم ایران، که مردم ایران از این خرافات بیرون بیان که اگر نمیدونم بارون نیاد نمیدونم چه اتفاقی میفته، بریم نماز بارون بخونیم. یه نکته دیگری، همین دیروز امام جمعه رشت
مسئله ای رو مطرح میکنه که فکر میکنم که باز نگاه بیشترش بهش مهمه. میگه که آقازاده ها سیستم جامعه ما رو به هم ریختن. حالا اون آقازاده هایی که مثل دختر و پسرای مسئولین در خارج از ایران هستن اونا به کنار، اینهایی که در داخل ایران هستن میتونن مدرسه های نخبه آقای حداد عادل و خاتمی و غیره و غیره رو برن، ولی بدبختی مال اون جامعه ایه که مال سیستان و بلوچستان، مال کردستان، مال گوشه های کوتیلوی و بویراحمد، مال نمیدونم نقاط صعب الامور رولستان و و و بسیاری زیاد. مهمتر اینی که شما فقط وقتی که میاید توی کتاب درسی میگید که نمیدونم سیستم هخامنشی دروغ درست اصلا وجود نداره یا اون یکی چه، این که دردی رو دوا نمی کنید که. من یه مثالی رو خدمتتون فقط بگم، در خدمتتون خواهم بود. کوبا هم انقلاب کرد. سیستم آموزشی کوبا از قرن 16 همه. شما وقتی نگاه بکنید آقای فیدل کاسترو آمد سیستم آموزشی و سیستم بهداشتی رو در زیر شدیدترین تحریم ها به وجود آورد. امروز یکی از سیستم های بسیار پیشرفته دنیا در آموزش پرورش و بهداشتی مال کوباست. ما هم انقلاب کردیم، ما هم انقلاب کردیم، بچه هامون رو فراری دادیم، یه عده‌ای برن تو خونه درس بخونن، یه عده‌ای هم در هر موردی که پیش میاد بتونن از ایران فرار بکنن. در خدمتتونم. بله، ببینید من برمیگردم به پرسش اصلیم و اون این است که کتب درسی در ایران چه مطالبی درش گنجونده شده و هدف چی هست. اجازه بدین یه داستان کوتاه بگم و اون این است که وقتی احمدی نژاد رئیس جمهوری بود دعوتش کردن بره یک نمایشگاه نقاشی رو گشایش کنه و اونجا مقام معظم ریاست جمهوری نطق کرد و رفته بود نمایشگاه باز کنه. گفتش که دو هنر برجسته در جهان وجود داره، این نقاشی ها رو بذارین کنار، دو هنر برجسته در دنیا وجود داره، یکیش جهاده، یکیش شهادته. حالا این چه ربطی به نقاشی داره بگذاریم. میخوام ببینم کتاب های درسی در ایران در چه جهتی هست، چه مطالبی درش گنجانیده شده. بفرمایید آقای امیر. در مرحله اول این خدمتتون بگم که آقای احمدی نژاد یک معلم بزرگ داره، یک معلم کوچولوتر، آقای خمینی و آقای خامنه ای. جهاد و شهادت مال اونهاست و هیچ کدوم. احمدی نژاد به نظر من یکی از کسانیه که بزرگترین خدمت رو به ایرانی ها کرد و اونم این بود که اومد به اینها گفتش که ببینین من با اینای دیگه هیچ فرقی ندارم، هممون یه پارچه یک کرباسیم، گول نمیدونم این اصلاح طلب و اون یکی نمیدونم اعتدال طلب رو نخورید. این در رابطه با این. ولی بحث مواد آموزشی توی جامعه آموزشی ایران در زمان جمهوری اسلامی هیچ چیزی جز خرافات نیست. شما اگر که این مجموعه خرافات رو در نظر بگیرید میبینید که یه بچه‌ای که میره به مدرسه و مجبور میشه که در مراحل اول برای اینکه نمره بگیره توی نمیدونم گروه نماز جماعت شرکت بکنه، گروه نمیدونم چی شده. این البته اگر که فرصت دیگری باشه من به ریز وارد این قضایات با نشریات خود جمهوری اسلامی میپردازم، ولی وقتی که میبینید اولویت ها برای یک بچه چیه، وقتی که میبینید که سرفصل کتاب ها از کجا آغاز میشه به کجا میرسه، فقط و فقط یک مشت خزعبلات وارد مغز بچه بکنن، وقتی که میبینید که سر یه دختر بچه 5-6 ساله اون روسری و لچک رو میکنن، بزرگتر پاشونو که حالا تصمیم بر این دارن که برای دخترام در دانشگاه ها چادر رو اجباری بکنن، اینها مسائلیه که میتونه فائق بشه بر نیازهای جامعه که اینطوری که میبینم وقت تموم شده نمیشه در موردش. بله سپاسگزارم.
من فقط در مورد کتب درسی در ایران میخوام یک مطلب تکمیلی رو بگم و اون این است که مواد درسی در حکومت ایران به دو هدف است. یکی انکار فرهنگ و تمدن ایران و گذشته پر افتخار ایرانه. دوم آماده کردن کودکان برای جانفشانی در راه اون اسلام تعصب‌گرایی که اینها در نظر دارن اجرا بکنن. در واقع اینها کودک ایرانی رو به عنوان گوشت دم تو برای جهاد و شهادت در راه اون سلطه‌گری دینی خودشون تربیت میکنن. آقای دکتر حسین لاجوردی، سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. امیدوارم تمام مطالبی که شما گفتید و توضیحاتی که من دادم بتونه روشنگرا باشه و زمینه باشه برای آینده ایران، آینده‌ای که امیدواریم خوب، برجسته، پرسعادت و پر رفاه باشه. تشکر میکنم. منم سپاسگزارم.